به نام خدا، سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. موضوع امروزی که براتون در نظر گرفتم، میخوام در مورد ازدواج صحبت کنم و در مورد ازدواج‌هایی صحبت کنم که ریسک بالایی دارن. یعنی خدایی نکرده اگر به این دلایل ازدواج بکنید، احتمال این که باز هم میگم خدایی نکرده به جدایی ختم بشه خیلی زیاده. حالا با من همراه باشید توی این ویدیو، چند نمونه از این ازدواج‌ها رو میخوام بهتون بگم. شماره یک، ازدواج انتقامی. ببینید، یه زمان هست شما با یک نفر دوست هستی، ارتباط داری، طرف حالا با یک دلیل منفی ارتباطش رو با تو تموم میکنه. دلیل منفی یعنی چی؟ یعنی که خیانت میکنه، بیوفایی میکنه و به هر حال یه دلیلیه که شما خیلی عصبانی و ناراحت میشی. اون موقع خیلی ممکنه باشن که سراغ انتقام برن. انتقام یعنی چی؟ یعنی که مثلا طرف سعی میکنه که بره با دوست همونی که باش تو ارتباط بوده ارتباط بگیره، یا اینکه سعی میکنه با یک نفر که ایشون روش حساس بوده حالا ارتباط بگیره. اینا رو بهش میگن انتقام، یعنی میخواد با این کار حرصشو خالی کنه و انتقامشو از نفر قبل بگیره. حالا درست و غلطش اصلا نمیخوام راجع بهش صحبت کنم دیگه، خودتون احتمالاً بدونید که دیدگاه من نسبت به این قضیه چیه. اما اینکه یک نفر حالا یه مرحله بالاتر میره، زندگی خودشو فدای انتقام میکنه، یعنی میره ازدواج میکنه اصلا با شخصی که شاید دوستش هم نداشته باشه، فقط به این دلیل که هر سه نفر قبلی رو در بیارم، انتقام خودم رو ازش بگیرم. خب مسلمه این ازدواج اصلا شما به فرض این که اصلا انتقامم بگیری، هر سه نفر قبلی هم در بیاری، تهی تهیش چقدر؟ 6 ماه، 1 سال، بعدش چی؟ زندگی خودت چی؟ احساس خودت چی؟ و از همه مهمتر، احساس این نفر جدیدی که اومده با تو ازدواج کرده، زندگی اون چی؟ پس این ازدواج در درجه اول به شدت ریسک بالایی داره و معمولا هم در نهایت به جدایی ختم میشه، مگر اینکه اتفاق خارق العاده این وسط بیافته. پس به عنوان گزینه اول هیچ وقت اصلا با ازدواج کاری ندارم. حتی تو دوستی و ارتباط های ساده هیچ وقت زندگی خودتونو فدای انتقام گرفتن از یک نفر دیگه نکنید. شماره دو، ازدواج کاملا سنتی. ببینید، ازدواج سنتی بحثه. کاملا سنتی یعنی چیزی که 50 سال قبل طرف حتی مثلا دختر رو ندیده بود، دختر پسر رو ندیده بود، میوردن ازدواج میکردن. یه مرحله بالاترش که باز هم خیلی مورد تایید من نیست اینش که این هست که مثلا طرف رو میگن خب برو ببینیمش، دوبارم باش سر قرار بر، یعنی کلا دوبار باش میرفت سر قرار. اینا میشه سنتی، کاملا سنتی. سنتی یعنی چی؟ ببین، هنوز هم هستن افرادی که سنتی ازدواج میکنن و راضی ان، یعنی با طرف آشنا میشه، باز هم یک ماه دو ماه قرار میذارن، چندین بار بیرون میرن تا با هم آشنا میشن و یعنی خانواده معرفی میکنن و یکی نهایتا یه ماه با هم قرار میذارن خیلی کوتاه که همو بشناسن. الان من نمیخوام اصلا بگم سنتی خوبه یا بده، اصلا نمیخوام در موردش صحبت کنم. خوبی های خودش رو ممکنه داشته باشه، بدی هاش هم مسلما داره. اما کاملا سنتی این که شما بخواید مثل قدیم و اونم تو این دوره زمانی که خیلی راحت میتونی یک نفر رو بشناسی قبل از اینکه باش بری زیر یک سقف، بخوای الان سری نتیجه بگیری فقط به خاطر اینکه پدر مادر تایید کنن، فقط به خاطر اینکه اصلا ازدواج کنی، بگی من حالا ازدواج کردم، انگار یه تکلیفیه که حتما باید انجامش بدم، بخوای این کارو بکنی، خیلی ریسک بالایی داره، مخصوصا تو این دوره زمانه. ببینید، قدیم مردم این کارو میکردن، خب همه همین جوری بودن، همه خب سنتی اکثرا اینجوری ازدواج میکردن. الان اینجوری نیست، الان خیلی خیلی درصد، شاید خیلی کم باشه افرادی که اینجوری بخوان ازدواج کنن. و خب شما وقتی بیای این ازدواج اینجوری انجام بدی، بعد از یک مدت دور و برت رو نگاه میکنی، به ارتباط بقیه نگاه میکنی و ممکنه خیلی خلأها رو حس کنی. واسه همین به هیچ عنوان توصیه نمیکنم ازدواج کاملا سنتی رو. سنتی هم اگر خواستید انجام بدید، به نظر من مدت آشنایی بذارید بیشتر باشه. حالا با شرایطی که حالا هر دو تا خانواده‌ام در جریان باشن ایرادی نداره، اما بذارید یک ماه دو ماه طرف رو بشناسید و بعد ازدواج بکنید. حالا اون دیگه یه چیز شخصیه، اما کاملا سنتی مسلما ریسک خیلی بالایی داره. شماره 3، ازدواج بدون رضایت خانواده ها. ببینید، شاید الان خیلی ها بگن نه نمیدونم، خودم این ازدواج کردم، راضیم، دوستام هم کردن. ببینید، استثنا، من همیشه این جمله رو میگم، استثنا همیشه وجود داره و ما نباید پایه تصمیم گیری هامونو بر مبنای اون استثناها بذاریم.
رضایت خانواده یعنی چی؟ ببینید شما مسلماً با هر کسی که ازدواج کنید ممکنه تو خانواده نارضایتی باشه. نارضایتی با اینکه کلاً مخالفن بحث جداییه. یه زمان هست خب یه خانواده میبینه هم خوشش میاد هم خوشش نمیاد، میگه میسپاره به مثلا فرزندش، میگه پای خودت. یه زمان هست مثلا خانواده ها کلاً مخالفن، خب این ازدواج مسلماً خیلی به مشکل میخوره، چون به هر حال شما ازدواج خواهید داشت که الان رو هیجانی، خب ازدواج هم میکنی دو طرف هم رو دوست دارن، اما بعد از مدتی خب ممکنه به نیاز به کمک روحی، نمیدونم مالی، اقتصادی داشته باشی، خب دیگه خانواده ای تو دیگه ارتباطی نداری. بعد وقتی خانواده های نزدیکت ارتباطشون رو باید قطع کنن، بقیه هم مجبور میشن، حالا پسرخاله، دخترخاله، اونا هم کم کم مجبور میشن ارتباطشون رو با تو قطع کنن و یه جورای منزوی میشی و میری تو یک انگار جدالی، انگار دی تو یک جنگی هستی که من بهشون ثابت کنم ازدواجی که کردم موفق بوده. و این جنگ همش انگار یک رقابتی میشه کل زندگیت. عصبی میشی، نمیدونم تو زندگیت یه جای کار خوب پیش نره، همش ناراحتی، میگی اه الان بقیه چه فکری میکنن، بذار بهشون ثابت کنم. یه جدال علکی به وجود میاد. یعنی آرامشی که قرار بود تو با ازدواج به دست بیاری رفته تو جنگ و جنگ و رقابت. واسه همین حداقلش اینه که کوتاه بیایید. نه اینکه نمیگم ازدواج نکنید، حالا اگر خانوادتون مخالفت، نمیخوام این حرفو بزنم. کوتاه اومدن یعنی چی؟ یعنی سعی کنید کم 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 با سیاست خانوادتون رو راضی کنید که این کار رو انجام بدید. خیلی بهتره راضیشون کنید تا اینکه بخواید کلا بگید نه همینه که اصلا ازدواج میکنم، اصلا با من قطع ارتباط کنید. اینجوری به مشکل میخورید و خدای نکرده ریسک ازدواجتون هم بالا میره. شماره 4، ازدواج تو سن کم. ببینید باز هم دارم میگم استثنا رو ملاک قرار ندید. حالا درسته 4 نفرم اینجوری ازدواج کردن، راضی هم هستن، اما شما چقدر میدونی که راضین؟ اینکه خودشون میان بهت میگن من راضیم یه بحثیه، اینکه واقعا حرفشون درست باشه یه بحثه. چون ببینید خیلی وقتا ما یه تصمیمایی تو زندگیمون میگیریم که بعدن میفهمیم تصمیم اشتباه بوده، اما به قولی به خاطر اینکه کم نیاریم پیش بقیه میگیم تصمیمم خیلی خوب بوده، خیلی راضیم، خیلی کار خوبی کردم، اما از درون میدونم که چقدر تصمیم اشتباه بوده و کاش اون موقع بیشتر فکر میکردم. مخصوصا تو این دوره زمونه من باز هم دارم میگم سعی کنید، نمیگم منظور من این نیست که ارتباط هی بگیرید با آدم و ببینید چی میشه، منظور من این نیست، منظور من اینه که بذارید یه ذره پخته تر شید، یه ذره سن بالاتر بره، تجربه بقیه رو ببینید. الان آموزش، حالا دوستان ما، همکارای ما، اصلا کلی آدم هستن که دارن به حال توی فضای مجازی کلی ویدیو میذارن، آموزش فراوونه، تجربه آدمو خیلی میتونه کمک کنه. بذارید یه ذره سن بالاتر بره، پخته تر بشید، بعد تصمیم بگیرید که ازدواج بکنید یا نه. منظور من پس این نبود که بگیم با 10 نفر ارتباط بگیر بعد برو با 11 همی ازدواج کن. منظور من اینه که بذار سن خودت یه ذره بالاتر بره، عاقل تر بشی و هیجان یه ذره کمتر بشه، اون موقع با منطق بیشتری تصمیم بگیری. اینجور ازدواج هایی که بخواد تو سن خیلی کم باشه دیگه خودتون میدونید که چقدر ممکنه فکرها سراغ آدم بعدم بیاد، کاش دیرتر ازدواج میکردم، کاش نمیدونم جوونی میکردم، کاش این، کاش اون، در صورتی که اصلا هیچ کدوم از این اتفاقا نمی افتاد. یعنی تو در نهایت همین مسیر رو طی می‌کردی، اما همش آدم فکر می‌کنه اگه این کارو نمی‌کرد چه کارها که می‌کرد. پس واسه همین به عنوان این گزینه‌ام اینو در نظر داشته باشید که تو سن کم حداقل بیشتر در موردش فکر کنید. شماره 5، ازدواج اقتصادی. ببینید نظرها تو این قضیه متفاوت، هر کسی نظر داره، یکی میگه عیبی نداره ازدواج اصلا یه معامله است و من با این کار سرنوشت آینده بچم و فرزندام و خودم رو تأمین میکنم، آقا و خانومم نداره. خیلی وقتا شده یه آقا رفته با یه دختر به شدت پول دار و یه زمان شده یک دختر رفته با یک آقای به شدت پول دار و معمولا توی اینجور ازدواج ها یه اختلافی این وسط وجود داره به غیر از پول. یعنی زمانی که شما میبینی یک آقای میاد با یک دختر خیلی پولدار ازدواج میکنه و دختره در از حاضر میشه باشون ازدواج کنه، احتمالاً یک پوانی این آقا داره. حالا میتونه ظاهر باشه، میتونه حالا نم جایگاه اجتماعیش باشه که دختره حاضر شده با این آقا ازدواج کنه،
چون به حال دختر پولدار مسلما باید یک امتیاز این مرد داشته باشه، برعکسش هم همینه. دختر مثلا یه آقای پولداری که میره با یک دختر حالا از لحاظ اقتصادی پایین میخواد ازدواج کنه، دختره باید یک به حال یه چیزی داشته باشه که این آقا حاضر شده باشه این کارو کرده باشه. واسه همین نمیخوام بگم این قضیه بده یا خوبه، نمیخوام اصلا در مورد خوب و بد ما تو این ویدیو نمیخوایم صحبت کنیم، در مورد ریسک قضیه ازدواج میخوایم صحبت کنیم که بعد از اینکه ازدواج کردین چه اتفاقایی میفته. معمولا اگر بخواید تنها ملاکتون این قضیه باشه، باز هم ریسک بالایی داره که خب بالاخره این آتشه برای هر دو طرف فروکش میکنه، چه آتش اقتصادی، چه آتشی که حالا ازدواج باشه، آتش جنسی باشه، هر چیزی، و اون موقع ریسک قضیه بالا میاد. و خب دوست داشتنی هم این وسط نیست دیگه، این ازدواج واسه پول بوده. برای همین به نظرم بیشتر فکر کنید، حتی اگر میخواید این کار رو هم انجام بدید باز هم میسپارم به عهده خودتون، ولی بیشتر فکر کنید. هیچ اشکالی نداره که زمان بذارید در مورد این قضیه و فکر بکنید و تصمیم بگیرید. شماره 6، ازدواج های هیجانی. هیجان یعنی چی؟ یعنی این که من با یک نفر آشنا میشم، یه ماه دو ماه باش رفتم بیرون، خیلی خوش میگذره، اما هیجان دیگه. سر یه ماه دو ماه باز هم دارم میگم آدم خودم هم میشناسم تو یه ماه هم ازدواج کرده، راضی هم هست، ولی ما داریم یه چیزی میگیم که خب از قلب آدم حرفا رو میزنه، عقل و منطق رو باید بذاره وسط. حالا تصمیم اتفاق ممکنه تو زندگی بیفته که شما اصلا یک ماه با یک نفر آشنا میشی سریع ازدواج هم بکنی، اما بحث اینه که هیجان یعنی چی. یه زمان این آتش جنسی این وسط، یه زمان این آتش این ارتباط هست، داره خوش میگذره، بیرون میرین فلان بهمان، هنوز مشکلی به وجود نیومده، هنوز چالشی اصلا تو رابطه نبوده، بس سری میرید ازدواج میکنید. واسه همین بعد از اینکه ازدواج میکنید یهو چالش ها میاد، تازه کم کم متوجه میشی اه این داستان چیه، این چرا رفتارش اینجوریه، این اخلاق چیه داره، این چرا توی مشکل این کارو میکنه، این مشکلات اصلا از کجا اومد. برای همین هیجان چیز خوبیه، قشنگه، اما مسلما نه به قیمت اینکه من سرنوشتمو بذارم پای هیجان، سریع تصمیم بگیرم. ببینید نمیخوایم ازدواج رو بزرگ کنیم، یه چیز گنده بسازیم، اما به هر حال من جدا شدن رو میگم یه چیز بزرگیه، سخته. به هر حال شما وقتی با یک نفر یه مدت هستی سخته دیگه، مخصوصا اگر ازدواج باشه. حالا به غیر از اون مراسم ها و فرهنگی که حالا ما تو کشورمون داریم به کنار، کلن جدا شدن چیز سختیه، نمیگم نشدنیه اما سخته. واسه همین چه بهتر که آدم اصلا خیلی وقتا هم نمیتونی جداشی، یعنی یه شرایطی پیش میاد که مجبوری بمونی و بسازی. برای همین چه بهتر که تا قبل از اینکه این کارو انجام بدیم فکر کنیم، بیشتر فکر کنیم، زمان بذاریم، اصلا عجله نکنیم. تلویزیون که نمیخوایم بخریم، نه خرید لباس که نیست که حالا بگی حالا پولم دادم رفت تموم شد. زندگیه، وقت و انرژیه، و دو روز دیگه یک فرزندیه که قراره به دنیا بیاد. برای همین توی هیجان هم سعی کنید تا جایی که میشه تصمیم نگیرید. خب این 6 مورد بود که من بهتون سعی کردم توی این ویدیو بگم، و به عنوان نتیجه گیری میخوام اینو بهتون بگم که ببینید ازدواج چیزیه که در نهایت یه تصمیم شخصیه. من اصلا نخواستم بگم یه موضوع خوبه یا بده، من خواستم ریسک قضیه رو بهتون نشون بدم. مسلما در آینده هم در موردش صحبت میکنم، میخوام چند تا مورد دیگه هم تو ویدیوهای بعدی اضافه کنم. حالا شما هم اگر موردی هست این زیر بنویسید حتما برای من که چه ازدواج هایی ریسک بالایی داره، حالا تو تجربه خودتون دوست آشنا حتما بنویسید، میتونه ازدواج با مثلا اختلاف سنی باشه، همین رو برای من بنویسید که تا حالا براتون پیش اومده یا نه، که من بتونم تو ویدیوهای بعدی حتما از این مورد استفاده کنم. دیگه بیشتر از این چیزی نمیگم، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. مواظب خودتون باشین تا دیدهای بعدی، خدا نگهدار.